خوش آمدین. باز هم ادامه برنامه سلام زندگی هست و قبل از اینکه مهمانان عزیز ما را برتان به معرفی بگیریم، میخوایم از نیایش بپرسم که چطور بود تجربه اول رانندگی؟ خب ما موتر اتومات بلد هستم، اما گیر هنوز نچرانده بودم. موتر که چه رقم بشه، اما دیروز از وحیده جان یاد گرفتم چه رقم باید رانندگی بکنم. چطور بود فضای نشستن در موتر و اینکه کدام حادثه خونش چکر؟ نه، هیچ حادثی نشد. خب شکر. ما در کنار ما مهمانان عزیزی را داریم. در این قسمت آقای حکیم هاشور و بانو وحیده کریمی، ایشان در رابطه با این پروژه‌ای که بر خانم‌ها ساختن و اینا را تکسیرانی و یا هم درایوری یاد میتن صحبت میکنیم با ایشانی که انگیزش را از کجا گرفتن، از کجا فهمیدن که باید مفید باشن بر جامعه خود، بخصوص به خانمایی که همیشه تلاش میکنن. بله، سلام تقدیم میکنم، صبحتون بخیر، خوش آمدید. علیکم السلام. سلام حضور شما و حضور عزیزان بیننده که برنامه زیبای شما رو بیننده هستن. امید است که لباس عافیت برتن داشته باشن و از مزایای خوب زندگی مستفید شوند. سلامت باشین. و وحدی عزیز، سلام به خودت، صبحت بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام به شما، صبح زیبای شما بخیر و همچنان یک سلام گرم تقدیم عزیزانی که همین لحظه ما رو بیننده هستن. بسیار زیاد خوش آمدین. از شما میخواییم بپرسم از کجا انگیزه گرفتین که از کدام روز فهمیدین که باید یک پروژه داشته باشین به خاطر ارتقای ظرفیت خانما، به خاطر کسانی که واقعا نیم پیکر از جامعه ما را تشکیل میتن و خودکفا شوند در بخش رانندگی؟ دقیقا اهداف اساسی مؤسسه ما ارتقای ظرفیت و اشتغال زایی برای بانوان عزیز است. متاسفانه که شما خودتان شاهد حال هستین یک بانوی خواسته باشه که از یک محل به محل دیگه سفر کنه، متاسفانه که از طرف یک تعداد از طرف تکسیران ما، در کل خود تکسیران ما مقصر نمیداره، خب یک تعداد انسان ها استفاده جو هستن که از طرف از او مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، به خاطر از اینکه با هم چک فرهنگ بعدی که در جامعه ما حکم فرما هست با این فرهنگ مبارزه شوه، ما تصمیم ازیره گرفتیم تا اینکه بدیل ازیره پیدا کنیم که اویی هست که خود خانما در صحنه حاضر شون و فن تکسیرانی را بیاموزن تا اینکه بتونن هم مصدر خدمت برای خودشان و هم برای جامعه خودشان. متاسفانه که ای تابال همچو اقدامی در کشور ما نشده و ما خواستیم که همچو اقدامی کنیم تا یکی این مشکلی که در جامعه ما شما حکم فرما است، این مشکل کاملا برطرف شود و خانم ها بتوانند که از یک محل به محل دیگه به راحتی سفر کنند. بسیار خوب. شما هیچ گونه فیس از بانوان اخذ نمیکنید؟ در کل برنامه‌ای که ما به خاطر ارتقای ظرفیت بانوان ایجاد کردیم در کل مجانی است دیگه، یا میتونن که از برنامه مصافیشون به خاطر ارتقای ظرفیت و از طرف دیگه میتونن که ما زمینه ازیره برشون فراهم میسازیم که خودشون از این طریق امرار معاش کنن. بسیار خوب. بانو وحیده، از تعداد دختر خانما بگوین چه تعداد دختر خانما با شما هستن و آیا کسانی بودن که شما فارغ دادین و حال خودکفا شدن، میتونن از یک مسیر تا مسیر دیگر خودشان با موتری که دارن و یا با تاکسی که دارن برن؟ خب دوره اول که خودی ما بودیم، آموزش دیدیم، فارغ شدیم، فعلا دوره دومی است که خودم ترینینگ میتونم یاد میتونم شانه، فعلا تعداد 10 نفر هستن از بانوا. بسیار خوب. چقدر ضرور میپندارین که بانوا باید رانندگی را یاد بگیرن و تا که مشکلات خود را حل بکنه یا در خانهشون مشکل پیش میه مشکلاتشون حل بکنه و تانا واقعا در خدمت مردم خود قرار داشته باشن؟ خب از نظر ما که زنها میتونه از عهده هر کار برای قسمی که میبینیم متروان مرد خیلی زیاد داریم ولی موتروان زن خیلی کم داریم. بله. بعض وقت میشه که در خانه کدام مشکل پیدا شوه، باز موتر باشه موتروان نباشه، همین که خود آدم موتروانی را داشته باشه میتونیم با آسانی مشکل خود حل کنیم. بسیار خوب. وحیده عزیز، از روزای اول قصه کنین، زمانی که شما خواستین درایوری را یاد بگیرین چقدر برتان سخت بود، کدام کارشه به بسیار دیری شما یاد گرفتین؟ خب روزای اول دقیقاً که هر کار مشکلی خود داره، روزای اول سخت بودن، همی کلج گرفتن برای ما سخت بودن، گیر بدل کردن برای ما سخت بودن، باز آیسته آیسته عادی شدن که تا یکی یاد گرفتیم. کدام تکرار خود نکردیم؟ نه خیر. خوب است که تکرار نکردیم. خب ما یک خاطره دارم از موترگیر که وقت اولین بارم بود در موترگیری موال باشدن که گیر داشت، البته پدرم مرا یاد میداد، گفتم خیلی گیر شد تو تبدیل که دیگه شد موال بسیار آسان است. بر صورت میخوایم از جناب آشون پرسان بکنم که شما تا چه وقتی پروژه شما ادامه خواد داشت و دیگر چی کارهایی را میخواین برای بانوان انجام بتین و یعنی کاری که بسیار مهم باشه و در جامعه محسن واقع شد؟ اما قسمی که من قبلا برای شما یادآور شدم که پروژه یک پروژه است که اختصاص بر بانوان عزیز است و هدف اساسی شما است که بانوان عزیز از طریق بتانن خودکفا شوند، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی. و این پروژه ما منحصر به کابل نمی باشه، قرار است که پروژه ما
توسعه پیدا کنه و تمام نقاط افغانستان تحت پوش خود قرار داشته باشه و این پروژه انشالله که به زودی توسعه پیدا میکنه و برای بانوان عزیز میتونه که این پروژه یک درآمد خوب شوه. بسیار خوب. کسانی که بیننده هستن شاید در ذهنشان این سوال خلق شده باشه که چگونه بتانن با شما یک جا شوند و رانندگی را بیاموزن، از کدام طریق میتونن؟ ما دو دوره‌ای که برگزار کردیم، خب طبیعی است ما از طرف پیج فیسبوک ما اعلانات خود گذاشتیم و بانوان عزیز آمدن در دفتر ثبت نام کردن و مراحل سه مرحله بود که مرحله اولش است که اگه امتحان حضوری از وا گرفته میشه و مرحله دومش است که تست چشم است که باید بیناییشان در حد باشه که با دریوری مشکل نداشته باشن و مرحله سوم اینترویو است که از وا اینترویو گرفته میشه که با کدام مقصد میخوان که فن دریوری یاد بگیرن. ما باید دقیق باید بفهمیم که با کدام مقصد میخوان، آیا میخوان یا به خاطر مسائل شخصی خود بیاموزن یا ای که به خاطر حل مشکل جامعه به خاطر بیاموزن. این مراحل وقتی که سپری میشه باز و فاینال میشن، میرن به درس های نظری. وقتی که درس های نظریشان تمام شد میرن دو هفته باز درس عملی دارن موفقانه که سپری شد، باز و به حیث یک درایور ماهر با جامعه تقدیم میشه. خب آدرس فیسبوک تانا میشه بگوین؟ مؤسسه ابتکار خلاقیت اجتماعی. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. انشاءالله که در پروژه هایتان در کارهایتان موفق باشین. سپاس از تشکر از شما. از شما بیننده های عزیز هم تشکری میکنم و حالا که چی داریم نیایش میگه. بله، وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.